سلام آقای. سلام شریک عزیز. حمیدی چی شده؟ قیافت به هم ریخته است؟ سر ساختمون بودم، تمام خریدارا ناراحت بودن، میگفتن هر واحد رو به چند نفر فروختی. تو توی خراب شده چیکار میکنی که من خبر ندارم؟ من هیچ، تا امروز هر کاری هم کردم با نظر خودت بوده، یه قدمم خلاف فر نداشتم. مشتریام هر کی شک داره فردا بیاد اینجا، یا پولشو یا سندشو بگیره و بره، دیگه حرفیه. این هوچیگری ها مال املاکی هاست، مال افتخاری و باطبی. اینجوری میخوام بزنن سر واحدهای ما تا بتونن آپارتمانی ها رو که بیشتر بهشون پورسانت میدن آب کنن. بیا بشین، بشین برات یه آب میوه بیارم بخوری، حسابی حالت جا بیاد. برو بشین. حالا چرا اینقدر گریه میکنی؟ گریه واسه مصطفی شگون نداره ها. من هم یه داداشو که بیشتر ندارم، تانه هیچ وقت از هم دور نبودیم. حالا این همه فاصله رو چجوری میتونم تحمل کنم؟ کدوم فاصله؟ ترکیه بیخی گوشمونه، خوشبختانه ویزا هم نمیخواد. هر وقت دلت خواست از بیمارستان یه مرخصی میگیرم با هم میریم پیشش. در ثانی داداشت که نمیخواد تا آخر عمرش اونجا بمونه. یه چند وقتی گذشت آبا از آسیاب افتاد، خودش برمیگرده. من دیدم داره دیر میشه، هواپیما میپره ها، چرا نمیاد؟ این چیه؟ خب بلیط دیگه. تو امروز داری از ایران میری؟ اون وقت میگی فردا مشتری ها بیان سندشون رو بگیرن؟ صالح جان آروم باش، برات توضیح میدم. ببین صالح جان، من از موقعی که چشم باز کردم نه پدرم رو دیدم نه مادرم. توی پرورشگاه با خواهرم بزرگ شدم، خیلی از شوارم گشنه خوابیدم. تا الان هم اگه به جایی رسیدم با سعی و تلاش خودم بوده. مشتری ها راست میگن، ما کلاهبرداری کردیم، یعنی من کلاهبرداری کردم. تو این کلاهبرداری هم 10 میلیارد گیرم اومده که میتونم تا آخر عمر راحت ترین زندگی رو داشته باشم. حالا یه پیشنهاد دارم، شریکیم دیگه، 5 تاش مال تو 5 تاش مال من، در شرکت رو میبندیم و میذاریم میریم. 5 میلیارد که سنه، 50 میلیارد هم باشه قبول نکنم. زمانی که تو این مملکت سیت و دیبروم بالاترین مدرک بود، من آرشیتکت بودم، روزی 18 ساعت کار میکردم. من نمیذارم آدم مثل تو با آبروی من بازی کنه، فهمیدی؟ کار داری میکنی صبر کن ببینم. بلیط واسه من پاره میکنی؟ نشونت میدم. Thank you.
آروم باش. نگه داشته. مریض دکتر فرجیه؟ آره. اسید پشتن رو صورتش. تماس گرفتین دکتر جورایی. دیگر دم فرو بندیم و اینکه یوفیلیای زیبا، ای پری روی، در نیایش های خود گناهان من همه را بیادار. سرور من هملت، پس از آن همه روزها که گذشت حال مبارکتان چطور است؟ خاکساری سپاسگزارم. خوب خوب. یادگارهایی از شما نزد من است که از چندی پیش میخواستم آنها را به شما بازگردانم. خواهش میکنم اینک آنها را پس بگیرید. نه من هرگز چیزی به شما ندادم. والا حضرت، خودتان به خوبی میدانید که داده اید و همراه آن سخنانی بس شیرین که آن هدایا را گرانبهاتر مینمود. آه ای اوفیلیای زیبا، ای اوفیلیای زیبا، آیا بالاخره در مورد من با پدر و مادرتان گفتگو کردید؟ پرسیدم آیا گفتگو کردید؟ هنوز نه. چرا؟ آیا تردیدهای حملت به شما هم اثر کرده؟ به روح پدر و مادرم سوگند، اگر تا روز اجرای نمایش قول ندهید صحبت کنید، در مقابل بینندگان بار دیگر از تو درخواست خواهم کرد و این بار سخت خواهم گریست. مسعود چی داری میگی؟ دارم ازش خواستگاری میکنم. چی؟ خواستگاری میکنم. خیلی خوب، زودتر پس تمامش کنید کار دیم. من که از خدامه، ایشون جواب نمیده. باشه دیوونه، باشون صحبت میکنم. آه اوفیلیای زیبا، خیلی مخلص. خب پس من منتظر خبرتم. گفتم که بعید میدونم قبول کنم. بهشون قول دادم. باش روشنک. باش حرف میزنم. روشنک ها، این پسره باز پیدا شد. کیه؟ پسر همسایه‌مون. از وقتی بابا و مامانش فوت کردن از دم خونه تا اینجا همیشه تقریبم میکنه. یعنی چی؟ شما یه دقیقه باستی معلومی؟ کجا؟ چی میخواد بهش بگه؟ ولی خودمونیم و تیپش بد نیست، چون زنش نمیشه. شوخی گرفته. قیافش رو نگاه کن، نه کاربار درست و حسابی داره، نه سواد داره، اصلا قاطی داره، میره رو پشت بوم خونه شون میشینه با کفتراش حرف میزنه. واقعا؟ به خدا میخوره بهش. من ازش میترسم. نه عداز کاراش بابا، داره میره. چی شد؟ چی بهش گفتین؟ گفتم الان دعواتون میشه با هم. هملت اهل دعوا نیست که خانم، اهل منطقه. بعید میدونم دیگه تغییرات کنه. خیلی ممنون. در بس. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خواهش. آقا شما سفر. خوب هستی؟ چطوری؟ خسته نباشی. سلام سجاد. خوبی؟ خوبی قربان.
پدر بالا سر آدم نباشه همین میشه دیگه. این همه خواستگاره تاق و جفت اومده باسن، یکی از یکی هم پولدارتر. خانم دست رد به سینه همشون میزنه. نمیدونم تو این پسره یه لاغبا چی دیدی که ولکنش نیستی. این پسره یه لاغبا اسم داره ماما، اسمش هم مسعوده. دانشوی موسیقیه، بازیگره، آینده داره. او همچین دهنتو پر میکنه میگی دانشوی موسیقی، انگار که چی چیه حالا؟ تایش مطربه دیگه. چطور همسر جنابالی یعنی پدر بنده که عاشق موسیقی و دلی دلی براتون ویولون میزنه مطرب نیست؟ اون وقت یه دانشجوی سال آخر موسیقی که آهنگساز هم هست مطربه. حالا مطرب نه آقا بشه بتوبه. ببینم درسش تموم شد، کجا میخواد کار پیدا کنه؟ کار هنر استخدام نمیخواد، استعداد میخواد. که حتما آقا مسعودت هم داره دیگه. بله، همین روزا سیدی اولش داره میاد بیرون. در ثانی مگه وقتی بابا اومد خواستگاری شما که دانشجوی لاغبا نبود؟ وا بابا تو داری با جوانه امروز مقایسه میکنی؟ بله میدونم همسر شما یک شاهزاده. پس چی؟ اتفاقا امروز بهش قول دادم فردا برم دیدن این شاهزادتون، باش حرف بزنم، جوابش هر چی بود فردا باش یه سره میکنم. شما که میدونین من رو حرف پدر مادرم اصلا حرف نمیزنم. خدا از دهنت بشنبه. چه خوشمزه شده. غذا تو بخور سرد نشه. باغم باشی آه باغم باشی، من یه خونه یه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیای چراغم باشی آه چراغم باشی. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. آرش اسدی، فریبرز بهروزی، خسرو صالحی به سالن ملاقات. بازم تو وقتی به شما میگم اما بهتر اونا میگی نه. ببین ما که این همه سابقه داریم، من خودم وکیل بند هفته یه دفعه ملاقاتی داریم، این تو میری هفته 8 بار ملاقاتی داره. بفرما یا علی. برو. چرا نداشته باشه ها خدایی؟ اگه ما هم وضعمون خوب بودا شاید بیشتر از این میرفتیم ملاقاتی. دارندگی و برازندگی دیگه. ها چیه؟ تلخت چو؟ دروغ میگم؟ بعد نگاه میکنه رحیم آقا. ولش کن. اگه ولش کنم که هرچی گل و گیاهی توی منطقه میخوره مرد حسابی. ولش کن آقا رحیم، کلاتو میره تو هم. آقا گفتم او اصلا تو میری پاپیچش میشه بی کلامو بره تو هم. یه چیزی میگی یا آقا جون؟ اصلا حال خودمون عشقه. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. سلام بابا. سلام دخترم. مادرت کو؟ میخواستم تنهایی با اتون صحبت کنم. طوری شده؟ یه خواستگار برام اومده. این که چیز تازه‌ای نیست. این یکی فرق میکنه. پس بالاخره یکی پیدا شد که با بقیه فرق کنه. چی کار است؟ هم دانشگاهیمه، موسیقی میخونه، ترم آخره. پس درس خونده است؟ خوب میشناسیش؟ بله، مسعود خیلی فهمیده است. اسمش هم مسعوده ها؟ مادرت میدونه؟ بله. نظر اون چیه؟ به نظر اون که تنها شاهزاده موسیقیدان دنیا شمایی. شاهزاده با ساز شکسته. این آقا مسعود تو میدونه من زندانی هم؟ نه، گفتم تا جواب شما رو نفهمیدم از زندگیمون هیچی بهش نگم. خوب کاری کردی. اگر پسر خوب و خانواده داریه بیارش اینجا باش حرف بزنم، ببینم لیاقت دختر کوچولوی منو داره یا نداره. باشه، فقط یه مسئله هست بابا. چی؟ پدر مادر مسعود تو زلزله رودبار مردن. اون تو پرورشگاه بزرگ شده. آخه چرا قبول نکرد؟ گفتم که بابام زندانیه، شریکشم که از بدبختی ما پرورشگاهی بوده این بلا رو سرش آورده. چه ربطی به من داره؟ مگه همه پرورشگاهی ها بدن؟ میدونی سالی چند تا دکتر مهندس از همین پرورشگاه میان بیرون؟ ببین مسعود، من همه اینا رو میفهمم، ولی بابام روی مسئله حساسه.
منم نمیتونم رو حرف خانوادم حرف بزنم. اگه خانوادم رضایت ندن ماجرا نظر من منتفیه. چرا رضایت ندن؟ رضایت میگه یعنی من رضایت میگیرم؟ نمیشه، به این سادگی ها نیست. تو پدر منو نمیشناسی. پس فقط یه راه میمونه. چه راهی؟ تو عکس پدرتو داری؟ من شکایت دارم آقا. یه دوست بیام اجیز کیفم بزن. همه دارو ندارم توی اون کیف بود. صورتش دیدی الان ببینی میشناسی چرا نگاری کنی؟ بعد موقع سرقت موبایل دوستم روشن بود. ازش فیلم گرفت. همینه؟ بله. وکیل بند، وکیل بند. جونم آقا تاز وارده، ببره. خیلی خوش اومدی. بیا وقت زیاد داری با همه آشنا میشه سر کلاس. اجازه داش. آقایو جونا این رفیقمون تازه وارده. رو تخت حشمت کپل بخوابه. چشم هستی. بابا شما بیا. سلام. سلام علیک. خوش اومدی. بفرما. داداش بیدم پایی. اولی ما رو اومدی زندون نه؟ بله. از قیافت معلومه 0 کیلومتری. پس بذار همین اول کاری قوانین این اتاق واسط بشماره. قانون اول نظافت. هر روز یکی مون شهر داره. به روزم نوبت خودت میشه. البته اسمش شهر داره. اصلش همون سپور خودمونه. برگشتم قدم در بشنوی. یا تو این درختته. این؟ آره. قانون دوم ساعت 11 خاموشی، همه خواب، لالا. کسی خورو پف کنه از اتاق اخراجه، بیرون. قانون سوم، جوراب بو گرفته و لباس کثیف ببینم، جریمه داره. هر تیکه لباس کثیف، یه سیبیل آتشی. برگشتم به مناسبت. باز خودت چایی برس. نه ممنون. جرمه چیه؟ کیف قاپی. آقا رحیم هم که اینجاست. میشناسیش؟ آره. با پسر خدا بیامرزش هم کلاس بودم. خدا بیامرزش. آقا مایون جونم اینجا یه زندانی 55 ساله دارین به اسم آقای صالحی. این یارو گنده دماغرمی که با دامن اصلم نمیشه خوردش. ناکس با خودش هم غره. فهم کنه ما همه لاتی. خودش هم حرف نمیزنه. سلی روبرویه. باش میرا، باش. بازم نه باش. آقا جون، آقا جون، یه ماش پول داره هیچی ندار. اومدن تو این مملکت خیر خیره مردمو دارن میجوان. هر چی شد دست میگیرن. چی ناراحت؟ آره آقا جون، من اصلا نمیام. آقا جون، آقا جون، آقا جون، چون تو هر چی میشه اصلا این پول داره میگیرن. بله آقا بفرمایید. بفرمایید تموم شد. بفرمایید داداش. بفرمایید. بفرمایید تو سلولاتون. باشه بفرمایید چرتون. بفرمایید تو سلول درجه. بفرمایید. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اگه بادت زیاد شده ها بدن باید تو کم کنم. برو تو نه. برو تو سلول. میگم آقا با جلون تو کشتی فینال حریف جلون وایساده بود. یه خمش کردم تبدیل به دو خم، سه خم و چهار خم و پنج خم. تو میری زیادی خم شد چیکار؟ می‌بینی وکیل من کیه؟ همون که رئیس زندانش که اعتماد داره. اگه گزارش رد بکنه، پدر همه همون در اومده است. حواست خوب جمع کن. داداش یه دقیقه اینجا باش، الان برمیگردم. سلام. سلام. من طالسانی هستم. دانشجو هم. تازه اومدم اینجا. اینجا درست نیست به ایچی بگن خوش آمدی.
میگفتن شما دزدی کردی. اما قیافت اصلا به دوزا نمیخوره. اتفاقا اصلش هم همینه. منو اشتباهی گرفتن. جرم شما چیه؟ از نظر دادگاه و وجدان خودم قتل. ولی همه چی اتفاق بود. حکمتون اومده؟ یعنی قرار فرد پس فرد بیاد. بعد واسه رضایت نرفتیم؟ اگر بخواین من چند تا از دوستام هستن هنرمندن. میتونم بفرستم برن سراغ اولیای دم. اولیای دم؟ اگر امیدی اولیای دم داشت و زیر دست پدر مادر بزرگ شده بود کار ما به اینجا نمیکشید. یعنی هیچ کس کاری نداره این آقا بشه بسید رزال رفت پیشش؟ چرا یه خواهر داره؟ شوهر خواهرش هم دکتر اردشیری. چند بار وکیل من رفته سراغش. دادگاه تمام دارایی منو مصادره کرد. فقط رضایت دادن خونم از مصادره در بیاد. همین. انشالله که درست میشه. چه هواییه، میخواین با هم یه قدمی بزنیم؟ من خیلی ممنونم، حوصله ندارم. پس من با عزتون یه قدمی میزنم. خواهش. ناراحتی؟ معلومه. اگه شما میرفتین با بابا صحبت میکردین کار به اینجا ها نمیکشید. فکر میکنی بابا با حرفای من راضی میشد؟ درسونی کار به کجاها کشیده؟ همین فردا افسانه بره رضایت بده آزادش میکنه. به همین سادگی هم نیست. قانون محکومیت خودشو داره. از این افسانه نپرسیدی چطور راضی شد این کار انجام بده؟ اونم یه دیوونه یه مثل مسعود. ساختمانی 60 طبقه در شیکاگو. گفتی سیدی آقا مسعود کی میاد تو بازار؟ فردا، پس فردا. من میگم اگه میخواین دو نفر با هم یه رفیق بشن زود یه نسخهشو برسون دست بابات. میدونی که بابات موسیقی خیلی دوست داره. پس یعنی شما راضی هستین؟ حالا اگه بابا راضی شد. وای مامان عاشقتم. ممنون. راستی این شهردار منم که مثل اینکه شما امروز مثل من شهرداری. زندان دیگه قانون خودشو داره. من تو خونه خودم حتی رو استخانم نمیشستم. خب اجازه بدیم من کمکتون کنم. نه عادت کردم. مسعود طالشانی سالان ملاقات. مثل اینکه من ملاقاتی دارم. یعنی خواهش دست. چطوری؟ بد نیستم. چه خبر؟ میگذره. راستی یادت باش از افسانه خانم حسابی تشکر کن. بگو اومدم بیرون جبران میکنم. اتفاقا اومده بیرونه، راهش ندادم بیاد. پس تو چجوری اومدی تو؟ دختر خاله افسانه وکیله، اون برام جور کرد. مسعود دیوونه، میفهمی چی کار کردی؟ هرکی شنیده دهنش وا مونده. که از دانشگاه اخراجت کنن؟ فداش سرت. من به خاطر تو حاضرم جونم هم بدم. خدا نکنه. یه مژده برات دارم. چی؟ مامانم برای ازدواجمون رضایت داد. میگه این تنها مرد دیوونه‌ای که میتونه دای دیوونه رو خوشبخت کنه.
پس نصف را رفتیم. سیدی تک نوازیت هم اومده بیرون. جدی میگی؟ با یک کمی میوه که دوب تحویل مامورا دادم. وای مسعود، اگه این سیدی و کادو بدی به بابام، فکر کنم با هم جور جور شیم. حتما. پاس بده اینجا. درسته من سنم کمه ولی اگه قابل باشم دوستیم دیگه. بعدشم میدونستم شما از موسیقی خوشتون میاد. اینه که من موسیقی خوشم میاد ولی یادم نمیاد تو خوش نگفتیدی؟ من پس نمیدونم چرا حس کردم شاید از موسیقی خوشتون بیاد. در ضمن موسیقی این سی دی تماما کار خودم. جدی میگی؟ این تماما کار موسیقی خودت؟ بله. آهای آقا مسته، اون تو به ما ریخ کن بیار. چیه؟ ها؟ میگم پول داره پرروان و تنشون میخوره؟ رفیقای من میگن نه. اگه یه موقعی خدایی خدا نکرده زنده موندی و اعدامت نکردن ها، خودم تنتو میخارونم. خیلی پررویی رایی. پررو خودتی. اگه خیلی ناخونات بلنده بیه تنه منم خروم. نه خوشم اومد. من خوشم اومد. بلاخره اگه پیدا شد که واسه جلوی ما. رو باست دادم. ببین من بیچارت میکنم تکون نخوری نه. ببین مادر نزایده کسی دست شما بلند بشه این زندون سالم بره بیرون. هم دیگه بیرون میبینی؟ هفت نوشه چه؟ همه جان خوب برشه برزلو. دفتره رو میگفتم همه شعره؟ آره این ور شعرهای من اون ور شعرهای مسعود. کلابا شعره آقا مسعودم همش مال توه. حالا همش نه، یک شعر برام میخونی؟ آره نازنینم آنچه را که محتاج به آنیم در سینه های ماست نه در جیب هامان. به هنگام ریزش باران تلخی‌ها قبای کهنه من را تقسیم می کنیم و به یک دیگر وفادار می مانیم. بودن حدیث مکرر تلخی هاست و ایستادگی ایثار می طلبد. چی داری اومد واسه خود بربر میکنی؟ شعر میخونم. و کتاب داری؟ نه از حفظم. میگم که با اون هیکل ریغونتا همچین خوب چی گردشی جلو من وایسادی ها؟ البته شانس آوردی دلم به حالت سوخ روز خوب من بود همچین گذشت کردم نزدم لتو پارت کنم. ولی من بار اولم بود تا حالا دعوا نکرده بودم. اما من با دعوا بزرگ شدم. اقل کم جای 300 تا نیشی چاقو رو دست بر بدنمه. آخه وقتی بشه حرف زد دیگه نیازی به دعوا نیست. جایی که من بزرگ شدم و اگه حرفم میزدی میزدمت. اما من از ضعیف کشی اصلا خوشم نمیاد. همیشه دوست داشتم که حریفم همچین قدر باشه، یعنی گرز خورنده پهلوان باشه. خب حالا بالاخره ما حریف قدر بودیم یا حریف ریغونه؟ اینجا که کسی نیست، اما خداییش دوستا مشت خوشگل واسم پرت کردی. بینم
رزمیکاری؟ نه، بعضی روزا بعد کلاسم میرم کارگری. بس محصلی؟ دانشجو هم. ای والا، درس خونده هم که هستی، مرد سوی، بعد اینجا چیکار میکنی؟ چرا بالاخره این مرد چه عوضی شدی بس؟ فش نده. حالا بگم به هیچکی نمیگی؟ چی رو؟ نه آقا جون، به این بچه هم؟ قسم بخور. زکی قسم میخورم آقا جون، به روح یه دونه پسرم. عاشق دخترشم، اومدم اینجا واسه عروسی ازش رضایت بگیرم. متاسفانه آقا، دادگاه بدوی شما رو محکوم کرده، اما من تقاضای تجدید نظر دادم. امیدوارم بتونم براتون کاری بکنم، بتونم مجازاتتون تخفیف بگیرم. خواهر حمیدی چی؟ اون شوهر خواهرش دکتره، نتونستی راضیشون کنی؟ نه آقا، دیروزم رفتم سراغشون، به هیچ صراطی مستقیم نیستم. حتی بهشون پیشنهاد دادم دو برابر دیه رو بگیرم، قبول نکردم. نکنه پول دست خواهر سو بروز نمیده؟ نمیدونم، شاید. پس دیگه آب از سرم گذاشته. بودم که زلزله اومد، 48 ساعت زیر آوار مونده بودم تا درم آوردن. تو بیمارستان که چشم باز کردم، هر چی نگاه کردم یه نگاه آشنا ندیدم. فامیلام، خانواده، همه مرده بودن، همه مرده. بعدش هم که دیگه پرورشگاه بود و نگاه ترحم آمیز آدمایی که تا میدیدنمون میگفتن آخه افلیا پدر مادر ندارن. افلیا پدر مادر ندارن. گذشت تا اینکه تو دانشگاه روشترک بودم. یواش یواش شد همه کس، شد تمام اون چیزی که همیشه آرزوشو داشتم. خیلی دختر خوبیه، دانشجو هنر باسواد، مهربونه، شاعره، به آدم رو کمک میکنه، ساده است. برای رسیدن به روشنک زندان که سهله، جهنم هم باشه میرم، چون تنهایی خیلی سخت، خیلی سخت. به سرجون منم کشیدم، منم کشیدم. 3 سال پیش یه نامرد پولدار عوضی یه دونه پسرم رو پرپر کرد، با ماشین آنتیکش گشم میزنه به پسرم و در میره. اونایی که این صحنه رو دیدن میگن اگر این نامرد این بچه رو میرسون به بیمارستان نمیمون، نمیمون. آره میدونم، من با پسرت تو دانشگاه هم کلاسی بودم. تو میشناختی؟ هیچ راختی شما نگفتی؟ نمیدونم، شاید فرصتش نشد. بعدش هم نمیخواستم داغتون رو تازه کنم. داغم رو تازه کنی؟ فقط 40 روز بود بچه هم مرده بود، مادرش هم دق کرد، مرد منو گذاشت تنهای تنها.
منم یاغی شدم، شدم صادق کرده، افتادم بهشون هرچی پول داره نامرده، هر جا میبیزم اشونا خرخرشون رو بیجویدم. واسه همین اینجا تا عمرم دارم همین کارو میکنم، اینو قسم خورد. پس به خاطر همینه با آقا صالحی هم لجیاره. باشی بسرت رو جمع کنی. الله سلامتی بزرگمون داشت نعیم سر ما خط کرد. الله محمد باله محمد. چه خبرتونه؟ سلامتی رفیقم سلامت برسی. محمد باله محمد. آقایون سلامتی رفیقی که کم نذاشت اما کم برداشت، واسه که شما کم نهرید سلامت برسی. محمد محمد باله. بفرمایید. آقا صالحی سلام عرض کردم. سلام علیکم. خیلی نوکرتم. عذر میخوام خداییش. بچه ها میدونن ما بی ادبی نیستیم. بی ادبی کردم ما رو گذشت کن. ای والا. ها دست رو میبوسم. آقا من نوکرتم. آقا شما جان خدایی حرکت دست نداره. خیلی نوکرتم. ای والا دست رو بزن. بزرگی من آقا رحیم، من در خدمتم. خدمت از ما. آقای صالحی جون، جسارت نباشی اون موقع. شما یه دختر خانومی داری به اسم روشنک که دانشجو دانشگاه میره، درسته؟ خب غیرتی نشه قربون تو برم. قربون اون غیرته. کار کار خیره. میخواستم دخترت واسه پسرم خواستگاری کنم. پسرت فوت نکرده؟ چرا؟ اون که خدا بیامرزتش. واسه اون یکی، یعنی پسر خوندمه. شما هم میشناسیش؟ من میشناسم. آره. کیه؟ مسعود. مسعود خودمون؟ آره آقا جون. چطور شده شما انقدر با هم صمیمی شدین؟ نکنه جادوت کرده؟ آره خدایی، جادوم کرده. شما مگه این جوونو بیشتر بشناسی یا خاطر خاش میشه. هم با معرفته، هم با ادبه، هم با وجوده، هم با سواد. از دار دنیا یه کامیون دارم و یه خونه کلنگی. اراده کنی اراده کنه ما به نامش میزنم. نیازی به این چیزا نیست، فقط اجازه بده یکم فکر کن. باش آقا جون، دخترت فکر کن، نوکرت هم اصلا. بری بابا. سلام بابا. سلام دخترم، خوبی؟ چیزی شده؟ چرا گفتین مامانو با خودم نیارم؟ چون این دفعه من میخوام با تو تنها صحبت کنم. اتفاقی افتاده؟ از بچگی یادم نمیاد به من دروغ گفته باشی. الان هم میخوام با اون رو راست باشی. چی شده بابا؟ یه حدسی دارم میزنم که اگه درست باشه خیلی عجیبه. گفتی اسم خواستگارت مسعوده، دانشجوی موسیقیه، پدر مادرش هم تو زلزله رودبار مردن. بله. عجیب اینجاست، چند وقتی یه جوونی با همین مشخصات اومده زندان. حالا میخوام بپرسم ارتباطی بین این زندانی و اون مسعود هست یا نیست؟ جفتش بوچه باشت اون گل اینجا چپتو باستو گل دست نه بابا اینو واکن پوچه. واکن دیگه آقا جون. بیا. اینم پوچه تو میگی. واکن. گل دست استاد. باشه تو من. اسرائیل اینجاست. خالی بازی کن، خالی بازی کن. آه. اونم مسعود. مسعود.
که توشه. تو با دختر من ازدواج میکنی. مدق مرگمون کردی. دست نداره. خیلی مرد. خداییش خیلی مردی. نکنه بفهمی شربت انشالله عروسی خودتون برای بار سوم عرض می کنم سرکار خانم روشنک صالحی با اجازه پدر بزرگوارتان آقای خسرو صالحی به بنده وکالت بدهید شما را با مهریه مشخص شده یک جلد کلام الله مجید ربانی آینه شمدان یک شاخ نبات و تعداد 100 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم و ازدواج همیشگی آقای مسعود طالشانی در بیاورم. عروس خانم وکیلم با مهربان شرایط. با اجازه پدر مادر عزیزم و مسئولین زندان که اجازه دادن این مراسم رو اینجا بگیریم. بله. مبارک. سلام، شما اینجا کاری دارین؟ زمین خداست، وایستادم، مشکلیه؟ خانم اشتری میگه هر روز تا اینجا تعقیبش میکنین. به تو چه؟ مفتشی؟ نه من همکلاسیشم آقا. شما فکر نمیکنی اگه حراست شما رو ببینه خانم اشتری از دانشگاه اخراج میکنن؟ بی خود میکنن، مگه علکیه؟ میدونی من یاد کی میندازی؟ یاد پسر خاله دوستش داری؟ کیو؟ دراستو خب معلومه دیگه خانم اشتریو اگه باش حرفی داری چرا نمیری باش حرفتو بزنی؟ چرا تعقیبش میکنی که براش دردسر به وجود بیاد؟ به نظر من برو برو هر وقت رود شد باش حرف بزنی بیا پیش خودم من میبرمت پیشش خب؟ برو
سلام. سلام. ببخشید میخواستم خسته نباشی. ممنون. چرا اینقدر دیر کردی دخترم؟ ببخشی یکم تمرینمون طول کشید. برو غذا تو بخور تا سر نشد. برو. میگم بابا این پسر همسایه‌مون سینا هست. چیه؟ مزاحمت شده؟ نه مزاحمم نشده، چیزی هم نگفته، ولی نمیدونم چه یه جوری ازش میترسم. نترس، پدر مادرش هم خدا بیاموزی همینجوری بودن. هر وقت هر چیزی بهت گفت بهم بگو، گوشیشو بکشم ادبش کنم. برو غذا تو بخور تا سر نشده. چیه زبون بسته؟ چرا دلت میلرزه؟ تو که تنها نیستی، تو که زبون نداری لازم باشه به یکی بگی دوست دارم که مثل من روت نشه. هیچی ازتون نمیپرسه کارت چیه؟ بارت چیه؟ دیپلومی؟ لیسانسی؟ آخه با چه روی بگم؟ سیکلم ندارم. میدونی واسه همین چیزاست که بهتون میگم خوش به حالتون. آخه تو کارم لازم نداری. خدا بیامرزتت آقا، حداقل اینجا رو واسه هم گذاشتی. ببینید آقا سینا، شما همسایه ما از سینا احترامتون واجبه. برای خدا بیامرز پدر مادرتونم خیلی احترام قائل بودم. نه که فکر کنین چند ماه از دم در خونه تا در دانشگاه تعقیبم میکنین و باعث شدی که از حراست دانشگاه اختاره کتبی بگیرم دارم این حرفا رو میزنم. نه، من الان قصد ازدواج ندارم، میخوام درسمو بخونم. اگرم قصدشو پیدا کنم ترجیح میدم با یه آدمی که هم فکر خودم ازدواج کنم، که یه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اصلا پول و ثروتش هم برام مهم نیست. پس قطعا جواب من به شما منفیه. لطفا گل و شیرینیتونم بردارید و برید. Ah! 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 Ah!
گشت داری؟ حالا شما چطوره؟ ممنون. بفرمایید. ممنون. بفرمایید. یه خبر مهم دارم برات. چی شده؟ حمیدی زنده است. حمیدی کیه؟ همونی که آقای سالی با جرم قتلش تو زندونه. مطمئنی خودش بود؟ 100%. جاشو بلدی آقای اشتری؟ دکتر اردشیری رو بگیرم اونو پیدا میکنم. روشنک این خبر رو بشنوه بال در میاره. یعنی اگه همه چی درست پیش بره آقای اشتری خدمت بزرگی به همون کرد. ما نمک پرورده آقای سالی هستیم. اصلا سر کلاس آنته نمیده. سلام، ببخشید. دکتر اردشیری هستم. یه لحظه گوشی خدمتتون. نه خیلی چند وقتی که از اینجا اخراج شدم. آدرس منزلشون رو داریم؟ بله، می‌نویسم میدم خدمتتون. لطف کنید. ولی تو این شرایط بابا زندانه، مامانم تنهاست. روحیش که میدونی چه جوریه. حالا قرار شده یه مدتی پیش مامان بمونیم تا ببینیم تکلیف بابا چی میشه. مامان چقدر خوشحال میشه. سلام روشنک، ببین مژدگونی بده که یه خبر عالی دارم. صالحی آوردن اینجا. همین الان بردن شد قمر. حالش خیلی بده. نه زیاد. همراهش کجاست؟ تو اوژانس. شما نبوده. تو رسیم بگیرینش؟ نه، موتورش در رفت. شما گفتین همسایه‌تونه. کدوم در؟ در سمت راست، در کرم رنگه. نذاریم فرار کنه. یعنی که دستم بهش نرسه. Thank you.
بابا آقا رحیم بود. بعضی وقتا یه جایی برای حرف زدن نیست. این مدت کجا بودی؟ کیش شناسنامه جریل از کجا تهیه کردی؟ تهران از یه دست فروش خریدم، مال یه مرده بوده. واسه چی برگشتی؟ به خاطر تصادف خواهرم، نگرانش بودم. حال ماجرا رو تعریف کن ببینم. وقتی که به هوش اومدم پیش خودم گفتم الان بهترین موقعیته که خودم رو بزنم به مردن. اینجوری کسی دنبالم نمی اومد. صالحی رو هم از سر ران بر می داشتم. مجبورم نبودم از کشور خارج شم. این بود که زنگ زدم به شوهر خواهرم دکتر اردشیری. داداشت بابا کجایی تو؟ وقتی حمیدی زنگ زد و ماجرا رو برام گفت اولش قبول نکردم، اما وقتی پیشنهاد پولو داد وسوسه شدم. خیلی وقت بود که دلم میخواست سهام بیمارستان رو بخرم. مقصر اصلی منم جناب سرگرد. من میخواستم برادرمو تبرئه کنم که پیشمون بمونه. آخه من طاقت جدایشو ندارم. دکتر قبول نمیکنه، من مجبورش کردم. این جریان سهام بیمارستان و اینایرم که میگه فقط به خاطر اینکه میخواد جرمو گردن بگیره. تو فقط پیشنهاد دادی، من میتونستم قبول نکنم. جناب سرگرد مقصر اصلی منم. توی بیمارستان نذاشتم کسی بفهمه. گواهی فوتش هم خودم امضا کردم. یه جسد مجهول الهویه هم که توی سردخونه بیمارستان بود جاش دفن کردیم. اگر اشتباه نکنم پزشکا تو دانشگاه سوگندنامه بقراط امضا میکنن. فکر نکردیم با این کارتون آبروی صنفتون رو میبریم. ایشون دکتر نیستن جناب سرگرد. مدرکشون جعلی بود، از بیمارستان اخراجشون کردن. خب بعدش یواشتر بیاین. یه جوری انگار چیزی نمیدونید. بگید دیر کردم نگران شدی داره. ببین دکتر، کیف پولو گذاشتم تو فلاشتان که دستشوی راه رو بعدم ورش دار. خیلی نامرده. برو تو. لعنتی!
میشن اما از پل نامردی رد نمیشن صلوات بلندتر بفرست. اللهم صل علی محمد باره محمد. سلامتی این آقا که گلریزون نمیخواد، که انشالله هیچ زندونی تو هیچ زندونی گلریزون نخواد صلوات بلندتر بفرست. اللهم صل علی محمد باره محمد. قابل شماره نداره. قربونت تو برم آقا. خیلی مخلصم. آقا وکیل بند اینو تقسیمش کن. من نوکرتم. سلامتی صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد باره محمد. آره من میام ملاقاتتون. کوچیک تمام آقا. حق 5. آقا رو ببخشید. همتون رها کنید. قربونت تو برم آقا. حلالمون کن. خوش اومدی آقا صالح. خوش اومدی. یعنی دیگه برنگردی. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام آقا جون. روشنک؟ روشنک نیومد. بریم تو راورتون توضیح میدم. اتفاقی افتاد؟ نه چیز مهمی نیست. نگران نباش. باز کن شده قشن یه گاز از سیلات کنیم بتادی صورتم چطور آقای دکتر؟ خوشبختانه چیز مهمی نیست، یه زخم کوچولوه، اونم جاش از بین میره. چشمم چی؟ اونم خوب میشه، نگران نباش. چی شد آقای دکتر؟ شما پدر مادرشونی؟ بله. چیزی شده؟ نه عزیزم، شما میتونی بری ملاقاتش. شما لطفا باهم تشریف بیاری. چی شده؟ باند صورتش رو باز کرده، همه چیز رو فهمیده، نمیخواد من رو ببینه. نگران نباش، درست میشه. آقا جون خواهش میکنم از قول من بهش بگین هر طوری که باشه، هر طوری که باشه. ببخشید من عاشق خودشم. نگران نباش. سلام.
چی شده دخترم؟ میگن بخش گذاشتی رو سرت. بیاین تو بابا. چی شد؟ دلش نمیخواد کسی رو ببینه. یعنی چی؟ من شوهرشم. پس بهتر باید درکش کنی. پس من چی؟ من که بدون روشنک. اجازه بدین یه دقیقه با شرف بزنم. احسان نکن. بهش قول دادم تا وقتی که خوب نشده کسی ملاقاتش نکن. اشکال اینجاست که هر دومون عاشق یه نفریم. منم به عنوان پدرش دلم نمیخواد ناراحت شه. باید بهش فرصت بدی بتونه خودش رو پیدا کنه. چطوری عمو سفر؟ قربونت، چه خبر ها؟ بد نیستم. عمو سفر، میخواستم اگه اشکال نداشته باشه امشب رو تخت خودم بخوابم. خونه خودتونه، روی چشمون جا داری. بفرما. قربونت بشم. شما خوبی؟ فدات بشم. الو جونم، به به، مشتی ها بابا، خیلی بی‌معرفتی آقا صالحی. بله سلام آقا جون. رفتی حاجی حاجی مکه؟ بی‌معرفت، نه یه زنگی نه یه ملاقاتی. چی شده؟ تون خدا ببخشید، من از روزی که آزاد شدم که همین الان گرفتار بودم. معلومه مرد حسابی. خب انقدر پولا رو منگره نکن، من نگوشه اتاق چیه؟ مشکل همون برجه و زمینه و شاکیناست دیگه. ها ای کاش مال دنیا بود. هر دخترم مشکل پیش اومده. چی شده؟ یا امام زم ببینم آقا ساله کار کدوم نامرد بوده؟ نیا
آقا اون تو با ما بدی. آقای حسین مرعشی، سینا فرجی، رامین حسینی به سالن ملاقات. شما پسرا فکر میکنین از هر دختری که خوشتون بیاد اونم باید بخوادتون؟ اگه نخواستتون جواب منفی شنیدین اسید بپاشین روی صورتش یا اون بدبخشه و کنج خونه بشینه ها؟ حتما پیش خودتون میگین دخترها در رحمن دیگه رضایت میدن. بعدم فکر کردی تا حالا کدوم اسید پاشی قصاص شده که تو دومیش باشی؟ میدونی سر دوستم چه بلایی آوردی؟ اون کور شده، یه چشش رو از دست داده. این اتفاق اگه برای اون نمیافتاد برای من میافتاد. تو اینو میخواستی؟ تو جنایت کردی، باید قصاص شی. دختر خالم وکیله، اتفاقا این ملاقات همون برام جور کرده. ازش خواستم دنبال پروندت باشه تا ته ماجرا. اگه اومدم اینجا فقط میخوام بهت بگم که مطمئن باشیش بخششی تو کار نیست. تا یه چشتو از کاسه در نیارم ولت نمی کنم. هنوزم عاشقمی؟ هنوزم به این فکر میکنی؟ ولی من ازت حالم به هم میخوره، ازت متنفرم. یک بلایی سرت بیارم که عبرت بقیه کثافتهایی مثل خودت چی؟ یه پیشنهاد برات دارم که اگه انجامش بدی شاید یکم از بار گناهات کم بشه. جانم از دادگاه واسه یه نامه اومده. نامه؟ پس چه گفت؟ احضاریه طلاق. احضاریه طلاق؟ سلام. روشنک کجاست؟ روشنک بالاست. ببخشید. آقا مسعود، قبلا هم بهت گفتم، من قول دادم نظرم با این وضع ببینیش. آقا جون، اون هنوز زن قانونی منه. خواهش میکنم یه کاری نکنین مجبورشم جسارت کنم، وگرنه تو هر کاری میتونی بکنی، حقم داری. ولی من هیچ موقع زیر قولم نزدم. آقا من نمیفهمم، بالاخره ما باید با هم حرف بزنیم یا نه؟ باید رو در رو بشینیم با هم حرفامون رو بزنیم؟ چه اینجاشه تو دادگاه؟ دادگاه؟ یعنی شما میخوام بگین از این احضاریه طلاق خبر ندارین؟ احضاریه طلاق؟ من خبر نداشتم. ببین آقا مسعود، من به عنوان پدرش حق داشتم تو ازدواجتون شرکت کنم و رضایت بدم، ولی در مورد طلاق من، این چیزیه که باید بین شما دوتا حل بشه.
حالا اون دختر منه و تو هم پسر من. برو بالا باش شرف بزن. نکردم آجون. روشنک؟ روشنک؟ سلام. سلام. میخوای ازم طلاق بگیری؟ آره؟ مگه قرار ما این نبود که تا آخر این خط زندگی با هم باشیم؟ مگه بودن حدیث مکرر تلخی ها نبود و ایستادگی ایثار نمیطلبید؟ الان با همین ایثار مشکل دارم. از وقتی اومدم تو زندگی جز درد سر وسط هیچی نداشتم. شاید تو بتونی با یه چشم زندگی کنی، ولی من بدون تو میمیرم. نگام کن، میتونی یه عمر با این قیافه تحملم کنی؟ من به خاطر چشمت عاشقت نشدم که با نبودنش ولت کنم. واقعیت رو ببین، میتونی تو این شرایط با هم زندگی کنی؟ یه سوال ازت میپرسم، اگه جواب منو بدی و پای حرفت وایسی، همین الان از اینجا میرم و دیگه بر نمیگردم. اگه من جای تو بودم، من جای تو یه چشم داشتم، ولم میکردی؟ معلومه. پای حرفت وای میستی؟ یعنی چی؟ من با دکتر جراحی حرف زدم، یه مشکل چشم تو قرنی است. اگه یه قرنی سالم به چشم پیوند شه، دوباره میتونی ببینی. حالا قرنی سالم از کجا پیدا کنی؟ از چشم من. بله. سلام روشنک خانم. بله. شما؟ من سینا. برای چی به من زنگ زدی؟ تو اصلا چجوری رود شد به من زنگ بزنی؟ اگه دنبال رضایتی فروخوندی. نه خانم، من واسه رضایت زنگ نزدم. من نمیخواستم بلای سر شما بیاد. قصدم افسانه بود که تازه اونم فهمیدم اشتباه کردم. اینجا میگن دادگاه رأیش قطعا قصاصه. نمیدونم، یه جورایی که خودشون میدونن باید یه چشمو در بیارن. من میخواستم اگه شما راضی باشین، منو ببخشین، باباتونم یه جوری پیشو بگیره، رضایت دادگاه رو جلب کنه، من چشمو بدم به شما. منو ببخشین، اگه راضی شدین یه هر تصمیمی گرفتین به من خبر بدین.
چی گفت؟ کرمت قسم عروسم تو اتاق عمله، خودت شفاش بود. طوفان زمین را طواف می کند، پنجره ها به هم می کوبند و پرده ها در راستای افق می لرزند. از خوابی گران برخواستم، نور حتی از دیوارها نیز در می گذرد. نگاه کن، عشق آمده است.